آسیه امینی تحلیلگر مسائل اجتماعی از نروژ با ما همراه هستند. خانم امینی، صحبت‌های دانشجویان رو شنیدیم. اکثر دانشجویان به نظر میرسه که رویکرد متفاوتی در انتخابات اتخاذ کردن، پرسشگری و انتقاد و مطالبه محوری دارند. نظر شما درباره این مواجهه تقریبا صریح و متفاوت دانشجویان با انتخابات قبل چیه و دلایلش رو از شما بشنویم. درود فریبا جان و سلام به همه بینندگان ما در این لحظه. واقعیت این هست که بعد از شاید جنبش زن زندگی آزادی و سرکوب شدید اون با اعدام فرزندان ایران و زندانی کردن بسیاری از معترضان، این نخستین بار هست که یک بار دیگه در واقع خون در رگ‌های ما به جریان میفته به خاطر امید بستن به این مردم و به این جوان‌ها. به نظر من آنچه که در دانشگاه تهران اتفاق افتاد و در بیانیه بچه‌های دانشگاه شریف خوانده شد، بازخوانی شد، زنده کردن حافظه تاریخی و سیاسی ملت ایران هست. اتفاقی که افتاده یک کمپین علیه سانسوری هست که جمهوری اسلامی تلاش کرده بعد از خیزش انقلابی زن زندگی آزادی در همه در واقع منافذ اجتماعی و سیاسی و حیات سیاسی ایران اون رو اعمال بکنه. سرکوبی که نه در اون در واقع از یک طرف شبکه‌های اجتماعی، از یک طرف رسانه‌ها، از یک طرف خیابان‌ها، یعنی هر جایی که مکان ظهور ابراز نظر و ابراز عقیده بود بسته شد و امروز ما داریم می‌بینیم که دانشگاه با تمام وجود داره نه تنها علیه این سانسور قیام می‌کنه، بلکه خشمی رو نمایش میده که نشان دهنده شجاعت است. شجاعتی که ما حتی در رتوری که این بچه های دانشجو میبینیم همون شجاعتی هست که بچه هایی مثل نیکا و سارینا و مجید رضا رهنورد اون رو در اول در خیابان و بعد با در واقع هزینه کردن جانشون فریاد زدن. به نظر من نکاتی که گفته شد اساسا هیچ ربطی به انتخابات و مقوله انتخابات یا حتی پرسشگری از یک کاندیدا یا نامزد انتخاباتی نداره. اون صدای سرکوب شده مردمی هست که از این فرصت داره استفاده میکنه و بیان میکنه که شما بخشی از اون بدنه سرکوب بودین، بارها و بارها مردم رو فریب دادین و دیگه ما فریب این در واقع فریبکاری رو نمیخوریم. به نظر من سخنان بسیار مهمی بود و چه فن بیان زیبایی، چه همطور که گفتم رتوریک زیبایی، انگار که یک واقعا یک نقال داره تاریخ ایران رو در عرصه دانشگاه بازگو میکنه و بازخوانی میکنه. بله، اظهار نظرهای بسیار قابل تأمل و جالبی داشتن دانشجویان در این نشست. به نظر شما چقدر این رویکرد انتقادی دانشجویان و فضای سیاسی حاکم بر دانشگاه ها میتونه بر روند انتخابات و نرخ مشارکت تاثیر داشته باشه؟ به طور موازی داریم میبینیم که بسیاری از دست کم رسانه ها یا تریبون های اصلاح طلب دارن تلاش میکنن یک بار دیگه نشون بدن که این فضا از آنچه که مثلا رئیس و احمدی نژاد داشتن شاید اندکی بهتر باشه، انتخاب بین بد و بدتر تنها گزینه های موجود هست. بنابراین این صدا اهمیتش در این هست که این رفتار رو یک رفتار فریبکارانه اعلام میکنه. فراموش نکنیم از سال دوم خرداد 76 تا امروز همواره اگر ما تغییر پارادایمی در عرصه سیاسی داشتیم، در یک دوره اصلاح طلبان روی کار آمدن، بعد دوباره سرکوب شدن در یک دوره دیگه، حتی انقلاب زن زندگی آزادی که بسیاری از زنان پیش رو به اون بودن، دانشگاه در خط مقدم این تغییرات بود. یعنی این دانشگاه بود که اصلاح طلبی رو روی کار آورد، نه اصلاح طلبان حکومتی و شخص محمد خاتمی. این دانشگاه بود که در بسیاری از تغییر دوره های مهم ایستاد، مبارزه کرد و مقاومت کرد. بنابراین باید نقش دانشجویان و دانشگاه رو بسیار بدونیم. برای همین بود که بعد از خیزش انقلاب زن زندگی آزادی یکی از اولین جاهایی که سرکوب شد دانشگاه تهران، دانشگاه صنعتی شریف، دانشگاه مشهد، شیراز و جاهای دیگه بودن، حتی در کردستان و مناطق دیگه. بنابراین دانشجویان به نظر من تعیین کننده است رأی و نظرشون. آنچه که امروز شاهدمون هستیم این بیان صریح خشم، این بیان صادقانه، شجاعانه، یه
در واقع نگفتن به انتخابات و نگفتن به جمهوری اسلامی، من اون رو تعبیر به نگفتن به جمهوری اسلامی میدونم، چون وقتی که شما از ویروس منحوس خودکامگی سخن میگید دارید با صراحت ولی فقیه رو زیر سوال میبرید و نفی میکنید. به نظر من این شجاعت میتونه راهگشا باشه و اون فریبکاری رو که به طور موازی داره تلاش میکنه همه چیز رو عادی سازی بکنه، به نوعی برگردانه بحث بین بد و بدتر رو روی میز بگذاره و این رو تنها گزینه های انتخاب بدونه، به نظر من دانشگاه و دانشجو میتونه این در واقع نظر رو پس بزنه و از نظر من این آینه مردمه، این آینه جمهور، در واقع آینه ملت ایران هست که ما امروز در دانشگاه تهران و صنعتی شریف و حتما در دانشگاه های دیگه شاهد اون هستیم. آسیه امینی تحلیلگر مسائل اجتماعی، بسیار از شما سپاسگزارم برای حضورتون در برنامه.